به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. کاخ سفید از دیدار رهبران چین و آمریکا خبر داده و گفته است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اپک در خلیج سان فرانسیسکو دیدار می کند. این دیدار قرار است فردا چهارشنبه 24 عقرب به هدف کاهش تنش‌ها میان آمریکا و چین صورت بگیرد. در این حال جک سالویان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و خبرنگاران گفته که بایدن معتقد از هیچ جایگزینی برای دیپلماسی رو در رو در زمینه مدیریت روابط پیچیده میان واشنگتن و پکن وجود ندارد. سالوان افزوده، ما پیش بینی میکنیم که رهبران درباره برخی از اساسی ترین عناصر روابط دو جانبه آمریکا و چین از جمله اهمیت مدیریت مسئولانه رقابت ها به گونه ای که به درگیری منجر نشود بحث کنند. او همچنین گفته که برداشت‌های نادرست از روابط دو کشور توسط گفتگوها برطرف خواهد شد. سالویان تصریح کرده که واشنگتن به دنبال نتایج مشخص از این نشست است. این مقام آمریکایی ابراز امیدواری کرده است که دیدار این دو رهبر سبب پیشرفت در برقراری مجدد روابط نظامی با چین و مبارزه با تجارب فنتانیل خواهد شد. چین سال گذشته پس از سفر نانسی پلوسی رئیس وقت مجلس نمایندگان آمریکا و تایوان ارتباطات نظامی با واشنگتن را قطع کرد. این روابط پس از سرنگونی بالون جاسوسی چین در فضای آمریکا بیشتر متشنج شد. از زمان به قدرت رسیدن بایدن رهبران دو کشور یک ملاقات حضوری داشتند و پنج بار نیز به گونه غیر حضوری با هم گفتگو کردن. انتظار می رود در نشست اقتصادی آسیا و اقیانوسیه موضوعات جهانی از جمله جنگ اسرائیل و حماس، حمله روسیه به اوکراین، رابط کره شمالی با روسیه، تایوان، حقوق بشر، هوش مصنوعی و همچنین روابط تجاری و اقتصادی عادلانه مورد بحث قرار گیرد. شی در برابر جو، نقشه جهان روی میز سان فرانسیسکو. انتظار نمی رود که این دیدار در شرایط کاملا عادی، عاری از تنش و فوق‌العاده دوستانه و حتی مبتنی بر احترام برگزار شود، زیرا شی و جو سالهاست که در مقابل همدیگر قرار دارند و نقش دو دشمن را بازی می کنند. روابط دو ابرقدرت در تمامی حوزه ها کاملا خصمانه و تنش‌آلود است. اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا در شبه جزیره تایوان و دریای چین جنوبی خشم پکن را برانگیخته و سران چین را به اتخاذ تدابیر بازدارنده و تمهیدات مقابل جویانه علیه آمریکا و متحدانش در منطقه واداشته است. اکنون دامنه تنش و تخاصم به هارتلند ملتهب دنیا امروز یعنی خاور میانه بحران زده کشیده شده است. آمریکا به خوبی از این واقعیت آگاه است که اگر قدرت بتواند مانع از گسترش جنگ جاری در غزه و سایر مناطق خاورمیانه شود، همانا چین است. زیرا چین هم با عرب رابط راهبردی دارد و هم از نفوذ عمیق و قابل توجه بر ایران برخوردار است، کشوری که با حمایت آشکار از آنچه محور مقاومت در کشورهای عربی و خاورمیانه مینامد، آرامش و آسایش را بر نظامیان آمریکایی در منطقه و رژیم نامشروع اسرائیل حرام کرده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که همچنین سرگرم یک ماموریت دشوار دیپلماتیک برای جلوگیری از گشایش جعبهات تازه علیه اسرائیل در خاورمیانه است، پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که برای دستیابی به این هدف با جمهوری خلق چین از نزدیک کار خواهد کرد. این نشان می دهد که واشنگتن علی‌رغم حمایت و حتی مشارکت آشکار، بی‌دریغ و همه‌جانبه نظامی، سیاسی و مالی از رژیم اسرائیل در جنگ جاری در غزه، نگران تحرکات احتمالی چین و روسیه و ایران و حتی ترکیه برای ضربه زدن به قدرت در حال افول خود در خاورمیانه است. بنابراین بخشی از تکاپوی واشنگتن برای مهار جنگ جاری و توقف آن در غزه نه صرفا دفاع از بقای رژیم اسرائیل، بلکه تلاش مذبوحانه برای بقای قدرت و هژمونی آمریکا در خاورمیانه است. با این حال چین تاکنون حاضر به محکومیت عملات مرگبار 7 اکتبر حماس بر اسرائیل نشده و در مقابل پیوسته از جنایات جاری اسرائیل در غزه انتقاد کرده است.
این نشان می‌دهد که چینی ها نسبت به موقعیت مرزی خود در تحولات سر خاورمیانه حساس و آگاهند و آینده حضور خود در این منطقه و حتی احتمال تصرف موقعیت آمریکا در خاورمیانه را منوط به نزدیکی به جنبش های عربی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی، حمایت از آرمان فلسطین و ماندن در کنار دولت های ثروتمند عربی می‌دانند. مسئله دیگر وضعیت اوکراین و تایوان است. چین به خوبی از این واقعیت آگاه است که آمریکا و شرکای اروپایی آن در حال حاضر تمام تمرکزشان را بر خاورمیانه، دفاع از موجودیت اسرائیل و بسرانجام رساندن جنگ غزه متمرکز کردند. کاهش کمک نظامی غرب به اوکراین و تغییر معادلات میدانی جنگ به نفع ارتش روسیه با وزن نشان می‌دهد که آمریکا دیگر از قدرت پیشین برخوردار نیست و نمی‌تواند همزمان در سه جبهه یعنی غزه، اوکراین و تایوان بجنگد. البته نشانه های این افول سالها قبل نمایان شده بود، زمانی که آمریکا از افغانستان خارج شد تا بتواند جنگ اوکراین را شعله‌ور کند و دولت کیف را برای تضعیف روسیه تغذیه نماید. با این ترتیب برای چین وضعیت جاری بهترین فرصت برای ضربه زدن به آمریکا به هدف تغییر در معادلات قدرت و مدیریت جهانی است و واشنگتن هم احتمالاً با درک این مهم و دیدار نچندان دوستانه شیجو رضایت داده تا به اعطای امتیاز به چین از مرگ زودنگام امپراتوری خود در نتیجه بحران‌های فرساینده جاری جلوگیری کند و فروپاشی هژمونی خود را به عقب بیاندازد. با توجه به این واقعیت تمام نگاه ها به تقابل شی و جو در سان فرانسیسکو است، جایی که احتمالاً نقشه جهان روی میز دو رهبر قرار خواهد داشت تا درباره تقسیم و توزیع قدرت و نحوه مدیریت آن تصمیم بگیرند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا قرار است امروز سه‌شنبه یک جلسه استماعی را با موضوع بررسی سیاست دولت بایدن در قبال افغانستان از زمان خروج ایالات متحده از این کشور برگزار کند. در این جلسه جان سپکو، سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگر، شهادت خواهد داد. سیگر هر سه ماه یک بار از نظارت خود از بودجه که آمریکا در افغانستان هزینه می کند به کنگره ایالات متحده گزارش می دهد. و در پایان، کرن دکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان که در قطر فعالیت دارد، از دیدارش با نمایندگان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP و سایر نهادهای کمک کننده به افغانستان خبر داده است. دکر در صفحه اجتماعی اکس نوشته است که این دیدار روز دوشنبه 22 عقرب در دوحه صورت گرفته است. کرن دکر گزارش اخیر برنامه جهانی غذا در مورد بحران انسانی پس از تسلط دوباره طالبان به افغانستان را باز نشر کرده و افزوده است که آمریکا هنوز هم بزرگترین کمک کننده به مردم افغانستان است و هر دلاری که در این کشور هزینه می شود نیاز به پاسخگویی دارد. او افزوده است که مردم افغانستان برای زنده ماندن در بحران‌های متعدد به کمک نیاز دارند. برنامه جهانی غذا به تازگی اعلام کرده است که پیش از آغاز برفباری فصل زمستان پیشرو و بسته شدن راه‌ها، این نهاد به 400 میلیون دلار نیاز دارد تا کمک‌های غذایی را به افراد نیازمند در افغانستان برساند. این سازمان روز یکشنبه 21 عقرب در صفحه ایکس خود نوشته است زمستان در راه است و افغانستان نمی‌تواند صبر کند. تشکر از توجهتان، تا بعد، بدرود.